خدمت شما هستم که آقای ترامپ سفرش رو به آمریکای لاتین لغو کرد. اونجا سمیناری که بخواست بره نرفتن، معاونشون جا خودشو فرستادن و این یه خبر خوب، یعنی این که در منطقه اتفاقات خواهد افتاد. البته پیشبینی بنده این است که بشار اسد قطعا میره عربستان و همونجا هم تسلیم میشه و دیگه بر نمیگرده به کشورش، چون خودش میدونه که دیگه نه نیروی داره نه توانی نه پولی داره. پولم که کی میداد؟ ایران میداد. ایران هم پولی نداره و نیروهای خودش علیه خودش شورش خواهند کرد، شکلی بسته نیست و کشتار زیادی خواهد شد. دیگه بشار اسد از کشتن خسته شد و این بهترین کار آقای بهترین کار است کنن. و بیشتر دلیلش هم این هست که کره شمالی با همه هارت وورکش، اون همه موشک و بمب و کوفته زهرمارش تسلیم شد و بشار اسد جای خودش داره. امیر قطر هم که خب رفت آمریکا، رفت لنگ انداخت پیش آقای ترامپ. بچه ما میدونیم که قطر بازی میکرد به قضیه. البته پیشبینی بنده این است که بشار اسد قطعا میره عربستان و همونجا هم تسلیم میشه و دیگه بر نمیداره به کشورش، چون خودش میدونه که دیگه نه نیروی داره نه توانی نه پولی داره. پولم که کی میداد؟ ایران میداد. ایران هم پولی نداره و نیروهای خودش علیه خودش شورش خواهند کرد، شکلی بسته نیست. من چند وقت پیش خدمتتون عرض کردم که احتمال جنگ ایران عربستان خیلی زیاده، همه یه مفسرین در سیاسی اینو میگفتند، اما اتفاقاتی افتاد که باعث شد این جنگ منتفی بشه و تصمیم بگیرن که قدرت رو از روحانیت، از آخونده، از آقای خامنه‌ای رو بگیرند، تحویل سپاه یا ارتش بدن و بعد از یک مدتی مشخص کنن که یه انتخابات سراسری برگزار بشه. اون اتفاقات هم اومدن آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بود و مشاورین و معاونین و وزرای که ایشون انتخاب کرده. شوروی در دنیا یک منبع، روسیه در دنیا یک منبع درآمد بیشتر خوب نداره، اونم ایران هست. بلافاصله شاخکشون زد و دیدن که اگر ایران جنگ داخلی بشه یا اتفاقی بیفته و اینا این بازار از دست بدن، دیگه هیچ جایی چی نداره، چون واقعا به فقر و فراکت افتاد مردم روسیه. و بلا فاصله نشستند آقای پوتین و سران سپاه و ارتش، تصمیم گرفتند که تحرکات تو منطقه و تو ایران داشته باشند. آقای خامنه‌ای رو آچمزش کردند، حتی از خداش هم هست دیگه، و مسئولی مملکت آچمز کردند که بیان ظرف 3-4 ماه آینده با یک کودتا یا به هر نحوی که اتفاق خواهد افتاد 100% شک نکنید انتقال قدرت بدون درگیری انجام بشه، یعنی یا سپاه یا ارتش یا توامن کودتا بکنند، حکومت دستشون بگیرند، بعد یک مدت بین 4 ماه تا 6 ماه، قاعده 6 ماه هست، بگذارن، بعد انتخابات آزاد برگزار بشه. آقای خامنه‌ای رو آچمزش کردند، حتی از خداش هم هست بره، و مسئولی مملکت آشمز کردن که بیان ظرف 3-4 ماه آینده با یک کودتا یا به هر نحوی که اتفاق خواهد افتاد 100% شک نکنید انتقال قدرت بدون درگیری انجام بشه. سناریو که من چند ماه پیش خدمتتون عرض کردم که نامه اومده برای دفتر خامنه ای و بهشون شرایط رو اعلام کردند و از اون برم مطمئن بودن آمریکا که این کارها رو نخواهند کرد، چون عقد و رسابی ندارن و دوراندیش نیستن، ضمناً باید بمانن و تقاض پس بدند. خب همه این شرایط ایجاد شد تا سپاه تحریم شد، از چند روز قبل هم اشرایی شده و الان هم که گذاشت سازمان ملل واسه موشک ها واسه روسی ها و همساره ها، خب این برای کمک از جامعه جهانی هست که به اصطلاح خودشون قانونمند عمل بکنن. اگر منطقه پرواز ممنوع رو اعلام کردند همه هماهنگ باشند. البته اینو بهتون بگم، شوروی، روسیه، نمیدونم چین، اینا همه پشت صحنه با هم هستند. حالا دیگه دوشیدن چیز دیگه نمونه، ته دیگه هیچی نمونه براشون. این هست که میاره سازمان ملل که دیگه به قول معروف کسی نتونه حرف بزنه.
و اینا اگر سپاه ظرف این چند وقت خودش جمع‌جور نکنه و فشار مردم بهشون نیاد، اینی که باز مردم فشار به اینها بیاره واسه این قصه است، فشار به اینها نیاد، چون صدام تحت هیچ شرایط تحت فشار مردمش قرار نگرفت. اما الان مال اینها اینجوری است که چون سلاحایی که اینها دارند، تشکیلاتی که اینها دارند، یه کاربرد مثبت ندارند. اما از یه طرف هم باید اینها رو نابود کنند. الان آمریکا دوبار مجوز هست و این کار خواهد کرد. زودی تمام تأسیسات نظامی سپاه رو خواهد زد. چون سپاه رو یه گروه تروریستی شناخته و به خاطر سلاح باز به حشد شعبی اونه دارند. حزب الله و این مرور نرسه نفرسته اینا رو میزنن نابودشون تأسیسات نظامیشون بدون بربرگرد اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، مردم حرکت کنن، سپاه عقب نشینی بکنه، ارتش حرکت بکنه و الی آخر. سپاه تو کشور داره یک تلاش مذبوحانه میکنه، داره یک کودتای خزنده ای انجام میده، به هیچ جا نخواهد رسید. الان آمریکا دوبار مجوز هست و این کار خواهد کرد. زودی تمام تأسیسات نظامی سپاه رو خواهد زد. چون سپاه رو یه گروه تروریستی شناخته و به خاطر سلاح باز به حشد شعبی اونه دارن حزب الله و این مرور نرسه نفرسته اینا رو میزنن نابودش میکنن تأسیسات نظامیشون بدون بربرگرد اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته، مردم حرکت کنن، سپاه عقب نشینی بکنه، ارتش حرکت بکنه و اما زیر چتر و نظر روحانیت که این از بین نره، که مردم رو نگه دارن و مردم بگوشن و طبق معمول، که البته اینا همش حسابه ایست که اون آخرش اشتباه در میاد، حساب کوره است و آخر کار اشتباه در میاد. همه جا روسیه اینجوری باخته، هم آمریکا باخته هم روسیه باخته. اما حساب کتاب میکنن، میگن شاید شد. پروسه بعدی که اینا چیندن برای ایران که اگه اتفاقی بخواد بیفته، شلوغی در ایران بشه، تهران بشه، زلزله که در تهران ایجاد خواهد کرد، 60-70 نقطه ترامین قبلا تو دو سال قبلم گفتم مواد ایران آمده که کاری کردن که زلزله ایجاد در تهران، هر اتفاق باید بیفته فقط مردم سرشون گرم بشه، سر مردم گرم بشه، فعلا اینا کارشون انجام بدن که فعلا نمیرن خودشون، میگن یه رمالی یا دانیویسی هرچ رفت توی روستایی گفتش که من گرستم، به من به قضا رو گفت که اگه ندیم چه برای سر مردم سه قدر رو سر شما در میارم، و مردم ترسیدن بهش رسیدن، بعد گفتم به روستا چه گفت چه ترک کرد اومدم اینجا. چون تو نامه سپاه که برای خامنه‌ای نوشتند، اول از همه نوشتن باید احمدی نژاد و دادستش دستگیر بشند، محاکمه علنی بشند. البته این حرفایی که میزنم خوب دوستان گوش کنند، من بیشترش تایید نمی کنم، اما دارم نامه که سپاه نوشته به خامنه‌ای دارم بکنم، اما همش به نفع ملت ایران و کشور ایران و آینده ایران، چون هر چقدر بین اینا تشتت ایجاد بشه، بین اینا نفاق ایجاد بشه، بین درگیری ایجاد بشه، این بلند ملت با کمترین هزینه، که اولین کاری که آقای خامنه‌ای میکنی بازداشت سریع و سیر داردست احمد جان بشه و محاکمه این که این 780 میلیارد دلار پول کجا رفت. دومین کاری که میکنی سریعاً باید قوه قضاییه رئیس رو برداری. سومین کاری که میکنی شورای نگهبان و مجلس خبرگان باید منحل بشوند. خیلی جالبه. چهارمین کاری که میکنید سریعاً اعلام میکنید که انتخابات آزاد کشور برگزار میشه زیر نظر مجامع بین‌المللی، هر کسی از هر جای دنیا و هر جای ایران خواست کاندید بشه کسی دیگه حقی نداره که درش دخالت داشته باشه. اینا پیروزی ملته. اینها رو از خامنه‌ای خواستن و گفتن اگر تا شنبه یا حد اکثر یک شنبه ظهر اینو نگفتی و اعلام نکردی، ما لباس میپوشیم و خودمون میاییم شما پاستور و در مقابل تو و نیروهات وایست. خدمت شما عرض کنم این اوتوماتیوم به آقای خامنه‌ای دادند، خامنه‌ای به هم ریخته حسابی،
فردا ظهر هم یه جلسه دارم با مشتبا و احمدجاد و خاتمی و امثالان توی خونش، و اگر تا این شنبه ظهر یک شنبه ظهر بشه این نامه علمی خواهد شد و بنده اینجا با تمام قد تبریک ملت ایران. چون کار اجرایی نکرده، ایشون دفتر کار قضایی و بازرسی همه چیو امضا میکرد، ماشین امضا بود، و الان که اومده توی کار با هم تفاهم کردند که ایشون بیاد البته بعدش هم نمیاد بیاد رئیس جمهور بشه، بعدش هم بر رهبر بشه، ولی خب حالا تفاهم این هست که ایشون بیاد اون روزای آخر به نفع یکی از این آقایین کنار بره که قطعا قالیباف خواهد بود، به نفع اون کنار بره و بعد شورای مجلس خبرگان تجهیز جلسه بدهد و ایشونو بگن از رئیس جمهور بیه کنار، از انتخابات بیه کنار و ایشون رهبرش بکنند. یک تئوری این هست، اما تئوری بعدی این هست که بیان انتخابات برگزار بکنند با روحانی هم کنار، انتخابات برگزار بکنند، رئیسی رای بیه، رای براش در بیارند، آقای رئیس رای توی خلاصه لپ لپ در بیارند، به محضی که در آمد بعد از که دو روز ایشون مجلس خبرگان ایشون برای رهبر اعلام بکنن یا رهبر موقت یا رهبر فلان اعلام بکنن، بعد انتخابات رو دو حال داره، یا هم یه نفر بعد ایشون بشه یا دوباره برگزار بخوان به انتخابات رو، که در این صورت بخوان این کار رو بکنن چون اکثریت اونور هستن یا روحانی رو تو مدت، چون آقای کدخدایی هم گفت صحبتش که ما در هر مرحله میتونیم هر کس رو از چیزش کنیم، یعنی سلایش رد بکنیم، این حرف حرف عمیقی است که هر مرحله بخوایم، بعد داره مرحله بیان آقای روحانی رو یا مجبور به استعفاش بکنند یا ترورش بکنند یا تهمت بهش بزنن و بگن به این علت رو فعلا پرونده بهش بسازن و بزنش کنار و جهانگیری رو بیارن، یا آدم نالایق و مطیعم رو بیارن هر چی گفتن بکنن تتمه خاک مملکت به توبره بکشن. البته اینا همه تئوری و عملی نخواهد انجام، 100 سال به انجام عمل نخواهد شد. بعد اگه اون اتفاق بخواد بیفته، رئیسی رو بزنن رهبر، بعد آقای جهانگیر بزنن رئیس جمهور، یا قالیباف، که قالیباف چون در رأی تو مردم میره و قالیباف خیلی بدنام هست، اما جهانگیر رو کسی مصداق نمیشناسه، الان هر رأیی که من و شما بدیم به اینها، به هر کس بخوام رأی بدیم، البته بحث میرسن بحث جداست، میرسن آدم خودشونه، میرسن هم با خودشونه، اینها نگهتشم تو آب نمک خوابوندن که بسا اپوزیسیون باشه و مطمئن باشید بعد انتخابات میرسن آزاد خواهند کرد، یعنی ولش میکنن و میکروبیرم همچنین که آرامش به جامعه بدن چون رأی نخواهد رو بسن. اما اگه رأی بیارن مثلا از این پلوس 3-4 میلیون نفر با رأی بدن بالغ بر 27 میلیون نفر شرکت کنن، باز همین آش و این کاسه است، اینها نگهتشم تو آب نمک خوابوندن که بسا اپوزیسیون باشه و مطمئن باشید بعد انتخابات میرسن آزاد خواهند کرد، یعنی ولش میکنن و میکروبیرم همچنین که آرامش به جامعه بدن چون رأی نخواهند.